برنامه خدا با تقدیم سلام، اینجا اتاق انتخابات طولو نیوز است. خبرها، گزارشها، گفتگوهای ویژه، برنامه های مختلف انتخاباتی. روز شمار انتخابات را از 200 روز پیش از برگزاری انتخابات از همینجا آغاز کرده ایم و حالا تنها 57 روز تا برگزاری انتخابات 93، روز هیجان و روز گزینش رهبر جدید باقی مانده است. شب گذشته مناظره میان 5 نامزد ریاست جمهوری را از همینجا مشاهده کردید که روی سیاست داخلی و امنیت متمرکز شده بود. اما حالا آگاهان بخشهایی از این مناظره را مورد بررسی قرار خواهند داد و این همه از طولو نیوز، ایستگاه اطلاعات دقیق درباره انتخابات. با من صدف امیری تا لحظات دیگر. خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه بانو نجلا ایوبی، فعال حقوق زن، و آقای سالم محمد ریگستانی، آگاه امور نظامی هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان گرانقدر به برنامه. اما قبل از اون، نکات عمده ای را که دیشب در مناظره دیشب نامزدان ریاست جمهوری در مورد امنیت بیان کردن، نکات عمده شو با هم یک جا میبینیم. زپه دی عقیده ایم چه اول سوله او دوهم د فساد را کول او درم د اقتصاد بهبودی به پر امنیت باندې قوي تاثیر ولري، او تر هغه پورې چې موږ د سولې د پروګرام په چوکاټ کې تدابیر نه نیولې او په اقتصاد کې مو قوي تدابیر نه نیولې چې سکتوري خصوصي ته تقویه ورکو او د حکومت په چوکاټ کې مسلکي انتخاب د مقرري د پاره ونیسي، زه فکر کوم چې د امنیت جوړول به مشکلات ولري. امنیت تنها یک مقوله تخنیکی نیست. انتخابات عادلانه، یک اداره سالم، حاکمیت قانون، تطبیق قانون بالای شهروندا به شکل یکسان، حکومت پاسخگو، همه اینها کمک میکنه برای تامین امنیت، برای از بین بردن فاصله بین مردم و اداره و در نتیجه بهتر شدن وضعیت امنیتی. اول، تفکیک وظایف بین اردو و پلیس نقطه بنیادی است. امروز تفکیک وظایف از بین رفته. دوم، مرجع واحد تصمیم گیری قانون اساسی واضح ساخته که یکی از وظایف رئیس جمهور سرکماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان است. این سرکماندانی را ما در روز اول تشکیل خواهد دادیم تا با معیارهای بسیار مشخص ما بتانیم قوای امنیتی را مسئول قرار بدیم. در اینجا شک نیست که اگر گسی به امنیتی مربوط تشددگرها و ایناست، یک گسیش مربوط خود داخلی خود ماست که بتوسط یک حکومتداری سالم، یک حکومتداری متوازن و غیر متمرکز ما تطبیق قانون بیاریم تا او کسایی که از خاطر عدم تطبیق قانون تفنگ به دست گرفتن، اونا هم به صلح و امنیت افغانستان کمک بکنه. شرط اول تقویه ظرفیت های نیروهای امنیتی افغانستان است تا کاستی هایی را که فعلا در مورد قوای هوایی، نیروی زرهی و قوای آتشدار و موضوعات لوجستیکی داره او مرفوع شوه، و غیر از او تلاش شوه که این قوات ها بتوانه به صورت یک پارچه با منسجم و در تشریک مساعی کامل با هم دیگه عمل کنه. دوباره خوش آمدید آقای ریگستانی. نکاتی را که اونا اشاره کردن در قسمت تامین امنیت و مسائلی که در قسمت راهکار برای تامین امنیت اشاره کردن، تقویه سکتور خصوصی، اداره سالم، حاکمیت قانون، تفکیک وظایف و شمار از موضوعات دیگر، شما راهکارهایی را که دیشب در مناظره این 5 نامزد ریاست جمهوری در قسمت تامین امنیت افغانستان مطرح کردن چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. راستش بر ما بسیار مایوس کننده بود، به خاطری که نکاتی را که اینا گفتن یک نوع تفره رفتن از موضوع اصلی بود، او ای که بزرگترین خطر به امنیت افغانستان فعلا طالب هستن و القاعده، بخصوص وقتی که این سوال از اونا پرسیده شد که دشمن کیست، هیچ یک از این کاندیدا نگفتن که دشمن طالب است، بلکه شروع کردن به تفکیک و تقسیم طالب ها که یک تا طالب ها به خاطر بی‌عدالتی در کوه است،
یک تا دیگه با القاعده ارتباط داره، یک تا به خاطر معقده خود میجنگه. حالا به نگاه شما این طفره رفتن برای چی بود که مشخصا موضع گیریشان در مقابل طالبان اعلام نداشتن؟ حدس میزنم، البته من امیدوار هستم شما بار دیگه از اونا بپرسید. حدس میزنم که از سه چیزی که من فکر میکنم یکیش بوده، یا اینکه اینا به خاطر از اینکه در جریان انتخابات آسیب پذیر هستند، به خاطر امنیت خودشان یک نوع نرمش در برابر طالبانشان دادن تا اونا دست به یک عملیات انتحاری نزنند، چون واقعا کاندیدا در این مرحله آسیب پذیر هستند. علت دوم میتونه شاید ملاحظه آقای کرزی بوده باشه، که چون آقای کرزی طالبان را برادر میگه و ما میفهمیم بسیار از این کاندیدا سر از گریبان حکومت میکشند، شاید به این خاطر نخواستند که علی سیاست حکومت موضع گیری کنند. اما سیومش که بسیار تکان دهنده است، خدا کنه کی نباشه، ایست که واقعا یا به می اعتقاد باشند که طالبان چنین است، یعنی یک تعداد به خاطر بی عدالتی در کو برآمده انسان میکشن، معلم میکشن، کلینیکا را میسوزونن، مکاتب در میتن، پولا را منفجر میکنن و انسان ها را ذبح میکنن مانده گوسپند، و تازه به خاطر که اینا قدر با وجدان هستند که به خاطر بی عدالتی در کو بالا شدن، یعنی حتی از ما کدن با وجدان تر هستند که ما اینجا باقی موندیم و با این فساد نظاره میکنیم و اینا به خاطر فساد در کو رفتن. من یک نقطه را اگر طولانی نشه کوتاه برای شما میگم، شهید احمد شاه مسعود یک قولش به شما میگم، او میگفت که برای یک تصمیم بزرگ، برای یک تصمیم دقیق ضرورت داریم که سه وضعیت را تحلیل کنیم، یکی وضعیت گذشته، یکی وضعیت حال، یکی آینده. اگر ما در تحلیل وضعیت گذشته اشتباه کنیم او قدر ضرر نداره چون گذشته، و اگر ما در تحلیل اوضاع گذشته اوضاع آینده اشتباه کنیم بازم عذر موجود است، چون که آینده به خدا معلوم است. وای به حالتون اگر در تحلیل وضعیت موجود شما اشتباه کنیم. اگر این کاندیدای ما واقعا به این نتیجه رسیده باشند که طالبا به چند دسته تقسیم میشن و یک تعدادش باید دشمن است، یک تعدادش نیمه دشمن است، یک تعداد دیگه اصلا ناظر در خاطر است، این اشتباه بسیار بزرگ است. و من فکر میکنم تا وقتی که یک رئیس جمهور به یک نیروی 350 هزار نفری که هر ماه حدود 1 تا 2 هزار نفر تلفات میده در این جنگ، تازه نگویه که دشمنش کیست، اینا باید با سایه ها بجنگند. آقای رئیسانی، گپ های کلان امنیتی از دید شما که باید در راهکار اینا مطرح میشد کدام موضوعات است؟ اول تعریف از دشمن. اگر ما طالب بگویم دشمن است، که واقعا دشمن هم است، هیچ ضرری به پروسه صلح نمیکنه، بلکه ما نیروهای امنیتی خود انگیزه میتیم و استقامت میتیم و توجیه میکنیم که با کی باید بجنگن. هرگاه اونا بیاین در پروسه صلح داخل شوند، یعنی طالب اکثرت شمی اطوای می کشور هستند، اگر بیاین در پروسه صلح باز شوند، شورای عالی صلح هست، آغاز حکومت برایشان باز است. چی حکومت آینده، چون راه حل نظامی وجود نداره. اما نباید ما بگوییم که مثل آقای کرزی که طالبان برادرم است و 350 هزار نیرو تازه با برادرش می جنگن، یا بگوییم که طالبان به چند دسته تقسیم میشن. اصلا اینقدر مردم میره، شما ببینید در حدود 10 سال ما بیش از 30 هزار نفر تلفات اردو داریم و در طول 20 سال جنگ طالبان بیش از 100 هزار نفر مردم عادی کشته شدن، فقط 30 هزار نفر کافر اینا کشتن، دیگه هر چی کشتن مسلمان است. آیا میشه بگوییم که هنوز هم دشمن نیستن؟ به نظر من اول شرطی است که باید ما دشمن رو تعریف کنیم. دیگه نکات قسمان در صحبت های از اونها آمد، انتخابات شفاف، با وجود آمدن حکومت مشروع، ایجاد اصلاحات در خود نیروهای امنیتی ما، توجه به وضع اقتصادی مردم. چرا امنیت تا من طالبا واسه تهدید میکنن؟ مواد مخدر، گروپ های مثلا مسئله غیر مسئول، فقر، بی عدالتی، هم اینا میتونه یک تهدید باشه. اما ما هیچ یک از کاندید نگفت که بزرگترین و عملی ترین تهدید در برابر ما فعلا طالب است و یا دشمن است. من از این خاطر بسیار متاثر است. بله خانم ایوبی، شما چگونه بررسی میکنین دیدگاه ها و راهکارهایی را که نامزدان ریاست جمهوری در مناظره دیشب در مورد راهکارهای دقیق اونا درباره بخش امنیت و تامین امنیت و گفتگوهای سال مطرح کردن؟ بسیار زیاد تشکر. در قدم اول خود ما فکر میکنیم که در طول تاریخ افغانستان یک قدم بسیار نیکی است که حداقلش کسایی که در مبارزات سیاسی با هم در مقابل هم قرار می گیرن، نه با تفنگ نه با سلاح می جنگن، بلکه اینا در مناظره و در گفتمان با هم یک جا صحبت می کنن و به نمای سیاسی خود مطرح می کنن بر مردم افغانستان. این خودش یک موفقیت کلان است به نظر من. و در قدم دوم ما فکر می کنیم که یک تفاهم کلی و یک اتحاد نظر کلی در قبال مسئله صلح در افغانستان وجود داشت در بین تمام کاندیدا، و که او خودش بسیار مستقیما ارتباط داره با مسائل امنیتی. تنها یک مورد ما فکر میکنم که بسیار مشخص بود، دو مورد بسیار مشخص بود از دو نفر از کاندیدای محترم، که یکشان روی
دستاوردهای 10 سال گذشته صحبت میکردن که ارگاه اگر صلح مثلا روی موضوعات صلح صحبت میشه و قرار میشه که مذاکرات صلح صورت بگیره، بنابراین که امی دستاوردهای 10 سال گذشته باید که به هدر نره و یک تعداد از دیگهشان صحبت میکردن روی ازی که ارزشهای قانون اساسی افغانستان از دست نره، که اینا کلی که ارتباط به مسائل ازی میگیره که یک اتحاد نظر در بین تمام کاندیدا در قسمت آوردن صلح و امنیت در افغانستان وجود داشت. یک مورد. مورد دیگه که من فکر میکنم که قسمی که آقای ریگستانی هم گفتن که متاسفانه باز در قبال از این که ما واقعا حد و سرحدی را کاندیدای محترم در قبال در قسمت دشمن تعیین نکردن، به خاطر از اینکه اونا هر کدامشان با یک محافظه کاری صحبت های خود داشتن و بسلا یکیشان حتی میتونیم بگویم که در طرفداری و در بسلا همسویی با طالبان صحبت کردن، که خودش نمیخوایم بگویم انتقاد بکنیم، شاید که مسائلی که خود از اونا رو متضرر میسازه و یا آسیب پذیر میسازه اینا باعث شده باشه که کندای محترم نظریات خود به این شکل را کردن. آقای ریگستانی، فکر میکنید که چرا در برنامه هایی که دیشب از سوی کاندیدا در قسمت موضوعات امنیتی مطرح شد مسئله اشتراک مردم در خصوص تامین امنیت به یکی که انگیزه دادن به مردم و نیروهای امنیتی کمتر مطرح شد؟ حالا در گفته های یکی یا دو تن این موضوع به شکل کوتاه مطرح کردید، ولی به صورت گسترده اونا برنامه عملی برای مردم نداشتن که در قسمت تامین امنیت با حکومت بعدی همکاری کنند. شما چی نظر دارین در این رابطه؟ فکر میکنم در این مورد زیاد نقش مردم برجسته نکردن و اشاراتش هم سال جدی نبود. بله. چرا مردم نقش بسیار مهم در تامین امنیت بازی میکنن؟ شما فکر کنین در یک ولسوالی که مردم با طالبان همکاری نکنن و ضد طالبان باشن، که ما نمونه هایش بسیار در افغانستان داریم، از 392 ولسوالی که ما داریم اکثریتش طالبان نفوذ ندارن. مردم چون همکار نیستن با طالبان، مردم نفرت دارن از طالبان، از عملکردشون، امرشون همکار نیستن، یا دبرش برابرشون کورنش نمیکنن، یا حداقل از تهدیدشون نمیترسن. میبینیم که طالبان نمیتونن نوج نفوذ کنن و یا از اون پیشتر برن سربازگیری کنن، به خاطر نقش مردم است. ما فکر میکنم که باید به این موضوع اشاره میکردن که مشروعیت دولت آینده و بسیج مردم علیه طالبان نقش بسیار مهم داره. چرا؟ حتی میردوی یا نیروی امنیتی موجودی که ما شما داریم برگرفته از مردم هستن. هر قدر مشروعیت دولت قوی تر باشه و مردم پشتیبانش باشن، هم خودشان در تامین امنیت کمک میکنن، همی اولادای مردم هستن که گروپ گروپ میرن. امروز شما اگر لیست داوطلبی رو در اعمال در اردو در پلیس ببینین به هزارها نفر است، حتی بسیارش ما رو واسطه میکنن که در اونجا استخدام شون، حاضر هستن برن در برابر طالبان بجنگن، حاضر هستن به خاطر خاکشانی. انگیزه امروز به وجود اومده با دفاع از دولت، با دفاع از مردم، با دفاع از خاکشان برن سربازی کنن و جانشون رو فدا کنن. لیکن اگر ما نقش مردم رو کم کنیم در دفاع از دولت و مشروعیتش، در صورت فردا از کدام مردم با سرباز میگیریم؟ کی حاضر میشه کی تلفات تکمیل کنه؟ کی حاضر میشه که اولادایشان رو بتن که خود قربانی کنن؟ من فکر میکنم در این مورد بسیار برجسته نبود و باید در این مورد کاندیدا تاکید میکردن که چی برنامه به خاطر بیشتر ساختن نقش مردم در تامین امنیت دارن. کلیگویی بود و ما از بسیار کلیگویشان بسیار مواردی بود که انتظار داشتم کمی وارد جزئیات شوند، دو سه مرحله از برنامه خود بگن که متاسفانه به شکل کلی گفته میشد. مثلا تقویت اردو، تجهیز اردو، بلند بردن ظرفیت، نمیدونم که فعال ساختن سرقماندانی اعلی. حالا سرقماندانی اعلی را شما فعال کنید، به یا میشه که اردو توانمندیش بلند بره، تازه یک نفر دیگر هم میارید در سرقماندانی اعلی و هم یک مزاحمت دیگه به این نیروها میکنه. چون این تجربه در افغانستان هیچ وقت سرقماندانی اعلی یک شکل نمایشی بوده یا یک مقام بوده که خاص در مورد جنگ بین دو کشور مسائل کلان بازو تصمیم میگیره. بر صورت به نظر من کاندیدا اگر برنامه دارن در مراحل بعدی برنامهشون در جریان کمپاینشون اعلان کنن و روشن بسازن که برای مردم چی نقشی در تامین امنیت هست میتن و چطور ایشه باید بگویم. سپاسگزارم. خانم ایوبی، آیا دیشب در مناظره نامزدان ریاست جمهوری برنامه مشخصی برای گفتگوهای صلح وجود داشت؟ برنامه مشخص برای گفتگوهای صلح خب من فکر نکنم که مشخص وجود داشته باشه، وجود داشته بین صحبت هایی که صورت گرفت و در بین برنامه های طرح برنامه های کاندیدا صورت گرفت. متاسفانه طور یک چیز خاصی که چی قدم هایی را چی برنامه های خاصی را به خاطر تامین امنیت و تامین صلح در افغانستان اتخاذ میکنن کاندیدای محترم متاسفانه روی ازو صحبت نکردن، فقط عمومی صحبت کردن روی ازی که
اگر مذاکرات صلح صورت میگیره قبل قسمی که قبلا هم صحبت کردم که فقط در اعضای از بین رفتن دستاوردهای ده سال گذشته نباشه و یا ای که مثلا با کسایی باید صلح صورت بگیره که اونا مردمای بیگناه و اینا را به قتل نرسانیده باشن و خلاصه از این قبل صحبت ها صورت گرفت، اما برنامه خاص و یا استراتژی خاصی که یکی از کاندیدا و یا تمام از کاندیدا مشخصا در قبال مذاکرات صلح داشته باشند متاسفانه در اونجا وجود نداشت، که خودش یکی از کمبودای کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدای محترم میباشه. بخاطر از اینکه در افغانستان تمام مردم افغانستان تشنه صلح هستند در این مقطع زمانی و همگی مشخصا متوجه ازی هستند که چطور صلح تامین میشه و چطور امنیت برقرار میشه، بخاطر از اینکه مردم یک تشویش کلی به سر میبرند. فقط یک موردی که ما میخوایم روش صحبت بکنیم بر علاوه صحبت هایی که روی مسائل امنیت صحبت کردن، تقریبا یک اتحاد نظر دیگه در قسمت امضای موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا وجود داشت در بین نظریات کاندیدا، که همگیشون تاکید به این میکردن که امضای پیمان استراتژیک به نفع مردم افغانستان و به نفع آینده افغانستان است، که خودش میتونه یکی از موضوعاتی باشه که شاید یک طرح خاصشون فقط همین بوده باشه که اونا بخواین به امضای از حرفای شما برمیاد که به گونه نامزدان درک کردن وضعیت فعلی افغانستان را. خب میشه که بگویم طبیعتاً باید دوستایی که خود کاندید کردن همه کشان در مقامات دولت قرار داشتن و در روند سیاسی افغانستان نقش بسیار عمده دارن، طبیعتاً که باید موضوعات مشخص را در قبال امنیت باید بفهمن. آقای ریسانی، در مناظره دیشب به گونه تمام نامزدان ریاست جمهوری تاکید داشتن بر گفتگوهای صلح، حالا با برنامه های مختلف و با راهکارهایی که اونا خودشان مطرح کردن، تفاوتی را که شما میان برنامه های اونا دیدین با برنامه های فعلی حکومت افغانستان چیست؟ چی تفاوت داره؟ به نظرم تفاوت زیاد دیده نمیشد، چون بعضی ها فکر میکردن که از کاندیدا میگفتن که حکومت داری خوب، نمیدونم مبارزه بر ضد مواد مخدر، مبارزه بر ضد فساد اداری، اینا باعث میشه که یعنی یک بنوان راه حلی را مطرح میکردن که سبب میشه که امنیت تامین شود. گویا طالبا اگر ما یک حکومت داری خوب داشته باشه، مواد مخدر ما کم بسازیم، عدالت اجتماعی تامین شود، خدمات برای مردم عرضه شود، بعد طالبا هم سالهشان رو به زمین میگذارن میان به پروسه صلح داخل میشن، که من مطلقاً با این نظر من مخالف هستم. طالبا ما پیشتر گفتم که اگر ما در تحلیل وضعیت موجود اشتباه کنیم و در شناخت از طالبا اشتباه کنیم، این اشتباه جبران باز نداره. طالبا یک گروهی هستند که رهبری دارن، تمویل میشن، تجهیز میشن، انگیزهشان به حدی است که اونا میتونن در یک روز ده ها عملیات انتحاری انجام بدن. یعنی معتقد هستند که اینمی کاری را که انجام میتن، فتوایی را که برشان اونا میتن که حکومت دست نشانده است و امریکا افغانستان اشغال کرده، رضای به کفر کفر است، فتوار هم دارن، چون این حکومت به موجودیت امریکا بعد به ماندنش رضایت داره، بنیام میام کفر هستن، شما اگه نارا میکشین شهید هستین، هر کسی دیگه هم که کشته میشه، حتی اویایی که بیگنام کشته میشن شما مسئول نیستین، چرا نیت شما چیز دیگه بوده. اونایی که به این انگیزه میان میجنگن و خود تا پیروزی فاصله خود بسیار کوتاه میبینن، تازه میشه ما این خدمات انجام بدیم، این مسئولیت دولت است که برای مناطق تحت تسلطش از باید خدمات انجام بده. فلسفه وجودی دولت تامین امنیت، اجرای عدالت و خدمات برای مردم است. پس با این گونه تفکر هیچ گفتگوی صلح در کار نیست. من معتقد هستم که طالبا با عذر و تضرع و آیت و حدیث گفتن و نمیدونم اونا را برادر گفتن و کشته هایشان امرشان هم دردی کردن، به این دلایل یا به پروسه صلح نمیان یا صلحشان بر زمین نمیگذارن. هدف طالبان مشخص است، یک گروهی که خود مدعی دینداری میدوزن و برداشتشان از دین هم بسیار تلقی بسیار سطحی دارن، خشن هستن و هدفشان سرنگونی رژیم در افغانستان و گرفتن قدرت سیاسی است به حمایه کشور پاکستان و دیگه سازمانایی که هست. این هدف طالبان است. اگر ما در شناخت و در شناختن این دشمن و این هدفش اشتباه کرده باشیم، فکر کنیم تازه ما آیت های ما بر امرشان صحبت کنه، میان سلاحشان بر زمین میگذارن، در یک پروسه سیاسی داخل میشن، ما فکر میکنیم بسیار اشتباه بزرگ است. شما سلاح را از دست طالبا بگیرین، این متا در بازار خریدار نداره. بله، سپاسگزارم. و بیننده عزیز، ادامه برنامه تا لحظات دیگر. دو
دوباره خوش آمدید. در مناظره دیشب نامزدان در مورد چگونگی نظام سیاسی 2:45 صحبت کردند. اما حالا در برنامه امشب انتخابات 93 ما فشرده‌ای از حرفای اینا را در مورد چگونگی ساختار نظامی سیاسی کشور با هم می‌بینیم. ما می‌خواهیم قدرت به صورت واقعی به مردم سپرده شود و مردم تصمیم بگیرند که چه نوع نظام، چه نوع ساختار در نظام می‌خواهند. بله، ما خواستار تغییر ساختار سیاسی از نظام ریاستی و صدارتی پارلمانی هستیم. اما این را به اساس پروسیجر قانون اساسی افغانستان تجویز کرده. تمرکز قدرت در یک اداره خاص و در نزد یک شخص، شما ببینید که از کجا به کجا آمدیم. دوایر موازی اداره مستقل به حد زیاد شده که کار از مردم گم شده. یه اداره باید لغو شوه و شروع از این از اداره امور باید شروع شوه که نهاد ریاست جمهوری باید دوام کابینه نباشه، یک کابینه دوم در اداره امور ساخته شده. به این اساس و بعد از این در سال چهارم ما تعهد میکنیم که لوی جرگه را بخواییم که اگر تغییر نظام میخوان به اساس فیصله مردم سرش تصمیم بگیره. در این جای شک نیست که در بعضی کشورهای دنیا سیستم پارلمانی موفق است، در بعضی کشورهای دنیا سیستم ریاستی موفق است. ما فعلا در افغانستان در یک سیستم ریاستی هستیم. اگر بحث سر موضوع سیستم پارلمانی است، سیستم پارلمانی ایجاب میکنه که پارلمان افغانستان دارای احزاب باشه که احزاب توسط انتخابات پارلمانی در اساس احزاب شوه و به صورت ما میتونیم که در یک سیستم دموکراسی سیستم پارلمانی را تطبیق کنیم. این هنوز در افغانستان وجود ندارد. به اوسنی شرایطی که افغانستان و دیموگران هواد دیر رو زیاد و ستونز و چلنجو سر مخامخ دی. چه پا اول که باید دیوغ و چلنجو دی حل لار پیدا کو او رست در دی حقیب کوشش بکو چه سر رقم خپل نظام اصلاح کو یا تغییر ور کو یا تعدیل بکر رو. دیموگ اول لون بی تو بده دی چه بده و دی هواد که مثلا دی فساد اداری سر رو کو مبارزه وک. نو زه په دې عقیده یم چې تر هغو پورې چې زموږ سیاست رشد کوي، تر هغو چې په افغانستان کې احزاب راوځي، تر هغو چې سیاسي تعلیم و تربیه لوړیږي او ملکي علمیت په وجود راځي، زه فکر کوم چې دې نظام ته سرعت سه او په قانون اساسي کې د نظام د تغییر لپاره موثق پیشنهاد سوی دی. بله، خانم ایوبی، این بار از شما آغاز میکنیم. دیدگاه شما در مورد حرف هایی که از سوی نامزدان ریاست جمهوری در مناظره دیشب در قسمت ساختار نظام سیاسی کشور بیان شد چیست؟ چی دیدگاه دارید؟ اگر بررسی کنیم. خب دو چیز از صحبت های محترم کاندیدا میشد که تشخیص کرد که یک مورد که یک تعداد سیستم ریاستی را علاقمندش هستن و فکر میکنن که سیستم ریاستی در فضای فعلی افغانستان و یا در وضعیت فعلی افغانستان کارگر است و یک تعداد دیگر روی که در گذشته هم البته بعضی از صحبت های در قبال شده و بعضی از بحث ها در زمینه صورت گرفته، فکر میکنن که روی نظام صدارتی که البته او خودش هم منشأ از این میگیره که چقدر مردم در قسمت تمرکز کردن قدرت در یک موقعیت بسلا به سطوع آمدن و فکر میکنن که آوردن یک تغییر در سیستم سیاسی افغانستان میتونه به روند سیاسی افغانستان در آینده کمک بکنه، که خودش یکی از صحبت های میتونه بر دراز مدت باشه و بحثی است که در قانون اساسی افغانستان نیز از این به اصطلاح ذکر شده و این ارتباط به این میگیره که تا چه زمانی ما از این به اصطلاح از این وضعیتی که ما داریم میتونیم که از سیستم فعلی ریاستی استفاده بکنیم و در این سیستم بتونیم که روند سیاسی افغانستان به پیش ببریم و یا اینکه وضعیت های بعدی که پیش میاره چقدر میتونه که ما را به یک وضعیت متفاوت تر از این که میتونه سیستم صدارتی باشه ما را سوق بده.
متشکرم. آقای ریگستانی، دیدگاه شما چیست؟ اگر بررسی داشته باشین در رابطه با گفته های نامزدان ریاست جمهوری در قسمت چگونگی ساختار نظام سیاسی؟ من طرفدار ساختار نظام صدارتی هستم و معتقد به ایستم که باید رئیس حکومت در برابر نماینده های مردم که حاکمیت ملی را تمثیل میکنن نظر به حکم قانون اساسی باید پاسخگو باشه. اگر آقای کرزی در برابر این پارلمان که ممثل حاکمیت ملی است اگر پاسخگو می بود، براتون این گارانتی میتم که 10 سال پیش استیضاح شده بود و برطرف شده بود. همه قدر مشکلات وجود داشت و همه قدر فساد در حکومت بود. متاسفانه چون در این نظام رئیس جمهور تقریبا غیر مسئول است، جز در مورد خیانت ملی نمیدونم چی چند موردی است که در قانون اساسی آمده، در سایر موارد رئیس جمهور نمیشه پارلمان دعوت کنه و مورد استجواب یا استیضاح قرار بده. بنابراین تقریبا غیر مسئول است. من طرفدار هستم که یک نظام صدارتی به وجود بیاید. البته نظام پارلمانی و صدارتی فرق دارند. نظام پارلمانی نظام مشابه انگلستان است که در اونجا اکثریت حزبی که اکثریت به دست میاره یا خودش یا در اثر ائتلاف بعد از اونجا صدر اعظم به وجود میاد. حتی وزرای کابینه هم اعضای خود پارلمان نباشند. نه، ما نظام صدارتی را طرفدارش هستم که اینجا صلاحیت رئیس جمهور محدود نمیشه، بلکه رئیس جمهور است که صدر اعظم معرفی میکنه، او کابینه خود میسازه و به پارلمان پیش میکنه. پس رئیس حکومت هم در برابر رئیس جمهور مسئول است، چون از مردم رای گرفته و نماینده مردم حساب میشه، و هم در برابر نماینده مردم و ممثل حکومت ملی که پارلمان است مسئول است. من یک مثال برای شما میگم از نظام متمرکز. امیل از شما فکر کنید اگر دمی برفباری در بدخشان یک مکتب بمبش خراب شده باشه، آیا مدیر مکتب میتونه جورش کنه؟ نه. رئیس معارف میتونه؟ نه. والی میتونه؟ نه. باید پیشنهاد خود روان کنن بیان تا مرکز، بعد ایره در پلان چند ساله بگیرن، بعد این پلان هم بره به پارلمان که قبلا بودجهش تصویب شده. خلاصه یک سال بعد هم بودجه از او تصویب نمیشه که مکتب بسازن. این نمونه یک نظام متمرکز است که همه چیز آمده در مرکز متمرکز شده، همه سرمایه افغانستان میاد در مرکز، یک افغانی پول افغانستان میاد به مرکز به بودجه مرکز، بعد اگر کسی بخواد از یک ولایت به خاطر یک افغانی را پس بگیره باید 10 افغانی رشوت بده. نظام متمرکز دشمن پیشرفت افغانستان است. ما باید یک نظام غیر متمرکز داشته باشیم. این به ایمان نیست که این افغانستان پارچه پارچه میشه. کسایی که طرفدار استبداد رای و متمرکز ساختن قدرت در شخص خودشان هستند همیشه دیگران را این قسم تهدید میترسانند که افغانستان نمیدانم لابراتوار ساختارهای سیاسی نیست، نمیدانم که این افغانستان تجزیه میکنه. نه، باید نقش مردم در تعیین حکمشان باید بیشتر کرد. حتی صدر اعظم چی، من طرفدار هستم که والیا حتی ولسوالا هم باید انتخابی باشن و مردم به نحو نقش داشته باشن در تعیین حکام خود. این نظامی است که من طرفدارش هستم. آقای ریگستانی، قسمی که شما هم در حرفتون کوتاه اشاره کردین، شما را از نامزدان ریاست جمهوری دیشب به این مسئله تاکید کردند که فعلا فضا مساعد نیست برای تغییر نظام سیاسی و همچنان اونا اشاره هایی به موضوعات حکومت ملک الطوایفی داشتن و شما را از موضوعات دیگر. شما چقدر مطمئن هستین که فعلا در افغانستان فضا به گونه مساعد است که حالا در ساختار نظام سیاسی تغییر وارد شود؟ باور داشتن به یک راه حل یک موضوع است و اجرای شدنش یک موضوع دیگه است. بله، هنوز انتخابات شورای ولسوالی ها صورت نگرفته تا لوی جرگه دعوت شود. قانون اساسی خودش گفته که این قانون میتونه تعدیل شود، میتونه اصلاح شود به واسطه دعوت لوی جرگه که عالی ترین مرجع تصمیم گیری است. ما از نظر اجرایی شدن بله، همین فردا و پس فردا و یک سال بعد شرایط مساعد نیست که باید انتخابات شورای ولسوالی ها صورت بگیره، بعد لوی جرگه دعوت شود در یک شرایط مساعد. پیش از او باید یک کمیسیون اصلاح قانون اساسی جور شود، شاید اونا 6 ماه یک سال سرش کار کنن، دانشمندا سرشان کار کنن. چرا انواع مختلف نظام صدارتی است؟ حالا در روسیه هم رئیس جمهور صدر اعظم است، در تاجکستان رئیس جمهور صدر اعظم است، در آلمان رئیس جمهور صدر اعظم است. انواع مختلف از نظام صدارتی وجود داره. بنان از نظر اجرایی بله، همی فردا وقتش نیست، اما به عنوان یک راه حل به خاطر به وجود یک حکومت مسئول در برابر مردم ضرورت است که یک نظام صدارتی به وجود بیاید. البته شرایط امنیتی، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسیش باید مساعد شود. بله. حالا چرا زمانی که در مورد نظام صدارتی حرف زده میشه ذهنیت ها میره به سوی تجزیه افغانستان؟ چرا این گونه یک مفکوری وجود داره به نگاه شما؟ اون چرا که یک از کاندیدا گفت که من 40% عواید خود به خود ولایت میتم، این نظام فدرالیست. نظام فدرالی دو ویژگی داره. یک، بخشی از عواید هر ولایت به خودش داده میشه و مردم حکمشون خودشون تعیین میکنن. این نظام فدرالیست. همین که میگن ما 40% عواید میتیم به خود ولایت، معنیش است که ولایت عواید دارن، اما وقتی که به مرکز میان 1% پس گرفتن نمیتونن و باید بیان عذر کنن، رابطه داشته باشن، واسطه کنن، چی کارا کنن که بالاخره بتونن از مرکز چیزی بگیرن. این خودش یک نظام فدرالیست. در اون وقت
یک چیز را باید تاریخش براتون بگم که ایراد شنوانده ما بشنو بسیار جالب است. وقتی که این قانون اساسی موجوده میخواستن سرش کار کنن، امی آقای کرزی حکومت انتقالی یک هیئت تعیین کرد که اینا رفتن به تمام ولایت افغانستان که چه نوع نظام میخواین. آن نظام سه نوع نظام مطرح میکردن، یک نظامی که دو رئیس جمهور باشه، دو نظامی که صدر اعظم داشته باشه، سه نظام شاهی. 75% مردم دو گفتن نظامی که صدر اعظم داشته باشه، 10% گفته بودن که نظام ریاستی باشه، 5% نظام شاهی خواسته بودن. وقتی که آیت حالا از این تلویزیون هم میشنوان خانم فاطمه گیلانی که رئیس سرمیاشت افغانستان است زنده است، وقت آقای خانم فاطمه گیلانی با آقای کرزی گزارش میداد که نتیجه سفر خود که مردم چی میخواهند. وقتی که ایره برش گزارش شد، آقای کرزی دیگه خصبانی شد که نه دو محور قدرت به وجود می افغانستانی میشه او میشه. بالاخره نگذاشتن که رأی نظریات مردم در مسوده قانون اساسی درج شود. در نتیجه یک نظامی را آوردن که کل قدرت یک شخص متمرکز است و امروز شما نتیجهش را میبینید. امروز شما نتیجه را میبینید که تمام مردم یک چیز میخواهد اما استبداد رأی چیز دیگه میخواهد. مردم میگن شما این موافقت نامه را امضا کنید، در حالی که من متوقع هستم در افغانستان هیچ فرد افغان شما پیدا کردن نمیتونه که خارجی مسلح خوشش بیه. اما یک ضرورت است، ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم، در یک جنگ اعلان نشده قرار داریم. امروز نتیجه نظام متمرکز ما عملا میبینیم توسعه فساد، متمرکز شدن قدرت در یک شخص، بعد مسابقه در چاپلوسی به خاطر نزدیک شدن به اون شخص که از او چیزی به دست بیاره. این نتیجه نظام متمرکز. خانم ایوبی، نواقض را که نظام ریاستی داره اگر از دیدگاه شما بدانیم که چی نواقض داره و چرا شما را از نامزدان ریاست جمهوری بر حفظ این نظام همچنان تاکید کردن؟ خب در قدم اول، خب یکی از مواردی که قسمت قبلا هم ذکر شد در مو تمرکز قدرت است که تمام صلاحیت ها و تمام داشته ها و منابعی که به دست میه باید که از در سیستم مرکزی و در سیستم ریاستی گپ آخر باید رئیس جمهور بزنه، یعنی به این معنی است که قدرت بیشتر و تمام صلاحیت های بیشتر نزد رئیس جمهور می باشه. یک خوی این مورد است، بخاطر از اینکه ای در سیستم پارلمانی و یا در سیستم صدارتی را دیده نمیتونیم، بخاطر از اینکه بیشتر امو مراحل صلاحیت و مراحل جوابدهی و یا حسابدهی باشه، خاص می باشه و در اونجا تقسیم میشه. یکی خوی مورد است. مورد دیگه که ما در 10 سال گذشته دیدیم که دولت افغانستان تمام به اسلام و منافی و یا عوایدی که بیشتر منافی که باید تقسیم میشد بین مردم افغانستان و یا ای که قدرتی که مردم افغانستان تمثیلگرش بودن، به خصوص پارلمان افغانستان که اونا نماینده مردم افغانستان بودن، متاسفانه همگیش در چوکات کابینه و در چوکات نهادهایی که مشخصا توسط رئیس جمهور اونا به اصطلاح ارزیابی میشن و یا کنترل میشن صورت گرفت. مورد سیم که اکثر دوستای ما کال نظام ریاستی رو میخواین، به خاطر از این است که خود از اینا در داخل سیستم نظام ریاستی کار کردن و اونا همگیشون عملا در کابینه بودن، عملا از این نظام نفع بردن، از این نظام فهمیدن که منافی از این نظام برای خودشان، برای منافی شخصی خود از اینا چی می باشه. با او خاطر اینا طرفدار از این سیستم هستن. و مورد دیگه که امکان داره بعضی از دوستای ما از امی کاندیدای محترم اینا هنوز مو مزیت هایی که در سیستم صدارتی است هنوز شاید نمیفهمن، نمیخوایم بگویم نمیفهمن، شاید نمیفهمن، اما بسلا خدا به حسن به کوچه حسن چپ میزنن. به این خاطر من فکر میکنم که این دلایل میتونه بر ازی که اونا بیشتر طرف داره. به نظر شما با در نظر گرفتن وضعیت فعلی افغانستان کدام نظام میتونه بهتر بر افغانستان تلقی شود؟ خب من فکر میکنم که یک اندازه با سیستم نظام ریاستی مردم آشنایی البته در شرایط 10 سال گذشته داره، اما ما خوب به خاطر داریم که در اولین صدر اعظمی که در افغانستان به اصطلاح به قدرت رسید و یا که در اولین سیستم ریاست جمهوری که در افغانستان داشتیم، من فکر میکنم که بسیار چیزایی بوده در گذشته مردم تجربه داشتن که تونستن به اصطلاح بیشترین
انکشاف در افغانستان صورت گرفته در سالهای ما میخوایم سالهای 70 بر شما صحبت بکنم که در اون سالا بیشترین انکشافی که در افغانستان صورت گرفت به اثر داشتن سیستم صدارتی در اون زمان بوده و من فکر میکنم که این سیستم میتونه که امو نحوی حسابدهی و نحوی شفافیت در کارها و اینا بالا ببره اما بر دراز مدت من فکر میکنم که میتونه سیستم صدارتی خوب باشه برای کوتاه مدت من فکر نمیکنم که سیستم صدارتی رو ما بتونیم در افغانستان پیاده بکنیم به خاطر از اینکه قسمی که دلایل رو که آقای ریگسونی صحبت کردن روش به خاطر از اینکه ما هنوز انتخابات بسیاری از مراحل انتخابات در بسیاری از نهادهای ما که مثلا شورای ولسوالی است مثلا شورای شهری است اینا رو ما به صورت قطع نداریم هنوز زمانی میتونیم اینا رو داشته باشیم که لوی جرگی افغانستان مکمل باشه و ما به اساس تصمیم لوی جرگی افغانستان که متشکل از همه اعضای شورای ولایتی و شورای ولسوالی و بالاخره اعضای پارلمان میباشه ما میتونیم که روی تصمیم روی قانون اساسی افغانستان بگیریم و سیستم سیاسی افغانستان رو میتونیم تغییر بدیم بله سپاسگزارم و بیننده عزیز سپاسگزارم از شما هم که تا این لحظات برنامه انتخابات 93 با ما همراه هستید تا لحظات دیگر و پس از وقفه کوتاه در مورد دیدگاه نامزدان ریاست جمهوری در رابطه با موضوعاتی که مطرح شد و مطرح کردن راهکارهایشان در قسمت حقوق بشر تامین حقوق زنان و دموکراسی چیست با هم میبینیم دوباره خوش آمدید و این برنامه انتخابات 93 است. بیننده عزیز حالا در مورد راهکارهای نامزدان ریاست جمهوری که در مناظره دیشب مطرح کردن در قسمت تحقق دموکراسی با هم در پرده می‌بینیم. ما واضح در سعی تلاش از این خاطر بودیم که اول ظرفیت های دولت ها در قسمت حقوق بشر و تامین حقوق زنان و خشونت علیه زنان و منع تبعیض هر گونه تبعیض و شکنجه بور ظرفیت های دولت در این موارد بالا ببریم و همه قسم ظرفیت های تنفیذی شد در موارد خانم ها بالخواسته ما سعی و تلاش میکنیم تا محرومیت های تاریخی زنان افغانستان مرفوع شود ما یک افغانستان خود بخواهیم که معتدل باشه و در او زن و مرد از امنیت حقوق با فرصت های مساوی برخوردار باشه ایا مشکل ولا است چې په وشتم قرن کې 50% د افغانستان نفوس چې موږ خوندې مندې او لرې ایا کولای شو چې د افغانستان په دینی مدارس کې د افغانستان په مکتبو کې د افغانستان په وزارتو کې د افغانستان په محاکمو کې د افغانستان په اردو پولیس او د افغانستان په ریاست جمهوریت کې او بل خصوص بیا چې د افغانستان په صلح کې په صلح او ثبات کې ونډه ونه لري دا سوال باید موږ ګډه ځان څوک زما جواب دې ته منفی دی چې ابدن باید داسې ونه سي ما باورمند به جمهوری اسلامی هستیم بر اساس قانون اساسی کشور ما جمهوری اسلامی حاکم است در کشور ای که چقدر جمهوریت نظام مراد شده یا اسلامی بودنش او مسئله جداست و دموکراسی را هم بایست یک اصل جز ساختار و جز روند سیاسی فعلی می دانیم نه بایست یک سلیقه خاص سیاسی بلکه بایست یک ضرورت پیشرفت در کشور ضرورت مشارکت مردم و یک نظامی که تجربه شده در دنیا ایره ما در توصیه از این تنها ما میگیم باورمند هستیم ما عملا در این راستا قدم های بزرگی را برداشتیم اول قانون اساسی ما 100% اسلامی است آیت الله محسنی تثبیت کرده قانون اساسی افغانستان اسلامی تر است از قانون اساسی ایران کرده بنابراین فصل دوم قانون اساسی که در او تمام موضوعات حقوق بشر گنجانیده شده تعهد ماست برای تطبیق از این سه بخش ضرور است یک راپور تطبیق قانون اساسی در قسمت حقوق افراد دوم راپوردهی منظم در قسمت وجایب دولت در تثبیت از این حقوق چون قانون اساسی یک قدم از اعلامیه حقوق بشر پیش رفت
و سوم نهادی شدن دموکراسی به حیث یک پدیده اجتماعی. زنان نیم نفوس افغانستان هستند و اینا مادرای ما هستند. اینا در جنگ ها صدمه‌های بسیار زیاد دیدند. زنها صادق هستند به این وطن و حقشان است که در جامعه ما سهم داشته باشند. برای ثابت کردن از این ما معاون دومی خود که از خانمای غیور افغانستان گرفتیم. ما سر شعار نرفتیم. ما ثابت کردیم که چه حق می خواهیم بر زنای افغانستان بتیم و ما تعهد کردیم و تکرار میکنم که اگر مردم افغانستان به ما اعتماد کرد حداقل 20% کابینه افغانستان از زنان خواهد بودن و 50% کابینه افغانستان از جوانها. بله آقای رگستانی، در قسمت گفته‌های نامزدان ریاست جمهوری در رابطه با برنامه‌های اونا در مورد تحقق دموکراسی که موضوعات مختلف را در برداشت، شما چه دیدگاهی دارین اگر یک به یک بررسی کنیم؟ ما یک چند نکته در مورد دموکراسی می‌خوایم بگویم که البته فهم خود اول از دموکراسی، من نمی‌فهمم فهم از اونا چیست، چون یا در مورد تطبیق چیزی گفتن. دموکراسی یکی از مظاهر مدنیت غربی است و برخواسته از شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غربی است و به خاطرم وقت زیاد گرفت که در کشورهای دیگه آرام آرام آمد. در افغانستان هم یک پروسه به نظر من بسیار نو است و اساسا یک راه حل سیاسی مدنی است، نه یک باور دینی و اعتقادی. بعض وقت ایرا مردم بین اعتقاد و باور دینی و دموکراسی مخلوط میکنن و ایرا در برابر یکی دیگه قرار میتن. عمدترین ویژگیهایش چند چیز است. اول نقش مردم در تعیین حکم، دوم نقش مردم در نظارت بر حکم. در اینجا در نظام های دموکراتیک حکومت شونده و حکومت کننده وجود دارد. حکومت کننده ها مسئول هستند نزد حکومت شونده ها. آیا در نظام موجود افغانستان شما از پایین ببینید که یک شما یک فرد دادی خود فکر کنید که بر شما کی حکومت میکنه؟ قماندان امنیه توسط شما تعیین نمیشه، ولسوال توسط شما تعیین نمیشه، والی توسط شما تعیین نمیشه، وزیر توسط شما تعیین نمیشه. تمامش رئیس جمهور یک شخص تعیین میکنه و این شخص همه بیکار است که هر روز مصروف است که کی را تعیین کنه، کی را برطرف کنه، کی را برقرار کنه. در چنین یک نظامی ها گفته میتونیم که نظام مردم سالار است، نقش مردم در این نظام زیاد است. خب شاید بگویم که خوب نماینده های مردم در پارلمان هستند، وظیفه از اوناست که نظارت کنند. در یک نظام متمرکز که قدرت دست یک شخص است، شما دیدین من خودم به عنوان اعتراض بر امی موضوع از پارلمان استفاده دادم که فیصله های ما را آقای کرزی فوتبال میکنه. ده ها فیصله ما را اعتنا نکرد و ما نمیتونستیم دوباره بخوایم استیضاحش کنیم. به همین عنوان یکی از دلایل استعفای ما از پارلمان بود. امروز نتیجهش معلوم میشه. فیصله های از اون را که خواست قبول نمیکنه. میبینین که نظام متمرکز در یک قدرت در یک شخص میه. اگر نهادهای دیگه صلاحیت هایشان یعنی تعادل قدرت نباشه، هم بتونه رئیس جمهور مثلا پارلمان با چالش بکشانه و هم پارلمان باید بتونه رئیس جمهور یا رئیس حکومت با چالش بکشانه. در نظام ما رئیس جمهور هم جنرال است هم دگروال، یعنی هم رئیس جمهور است هم صدر اعظم است، رئیس حکومت است، هر دو را گرفته و در هر دو پست برابر مردم پاسخگو نیست. پس نظام مردم سالار و دموکراتیک در افغانستان نهادینه نیست، بلکه شکلی از دموکراسی را داره. البته بعضی از مظاهر دموکراسی مثل آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات، احزاب سیاسی، پارلمان، نهادهای دولتی موجود است، شکل هستن. اگر اینو به یک محتوا باید تبدیل کنیم باید اینا کارآمد شوند. ما به اون خاطر اعتقاد نیست که نظریاتی که کاندیدا در این مورد دادن چند تا راه حل مشخصه نگفتن، به صورت کلی گفتن که ما به دموکراسی باور داریم، دموکراسی را ما تقویت میکنیم، دموکراسی را ما پشتیبانی میکنیم. من انتظار داشتم که یک چند تا راه حل در هر مرحله بگویند که از این نگاه شاید در برنامه های کتبیشان این موضوع روشن باشه و شاید در کمپاین های دیگه خود در این مورد وارد بحث شوند، که امیدوار هستم چنین باشه. اگر همین چیزایی که گفتند در این حد باشه به نظر ما ناکافی بود. بله. پس حالا چگونه میشه که به تعهداتشان باور کرد؟ اونا همه گفتن که ما متعهد به تأمین حقوق زنا هستیم، به تحقق دموکراسی هستیم، به آزادی بیان هستیم. حالا میشه باور کرد به حرفایی که اونا گفتن در قسمت راهکار مشخصه که در قسمت تحقق دموکراسی داشتن؟ ببینید در این کشورهای نزدیک ما شما مثلا امارات، در اونجا یک نظام دموکراتیک است، امارات است، اما شما ببینید شب تا صبح زنها با تمام امنیت میتونن خودشان رانندگی کنن، خودشان خرید کنن، خودشان مکتب برن، خودشان به اولادشون برن. نزدیک ما یک قدم را برین ببینین خود دموکراسی ناجی زنها نیست،
بلکه برنامه های یعنی اعتقاد و باور اشخاص سیاسی چه در یک نظام دیکتاتوری هم زن و حق بیشتر داشته باشند نسبت به وضعیتی که ما در افغانستان داریم. این موضوع فرهنگی است، موضوع سیاسی است، موضوع اقتصادی است. یک زنی که از نظر اقتصادی کاملا وابسته به شوهر یا خانواده‌اش است، کوچکترین استقلال اقتصادی نداره، یعنی یک افغان آیدم نداره، نه زمینه است که خودش یک کار انجام بده. آیا گفته میتونیم که آزاد است؟ آیا میگیم که حقش برش داده شده؟ به موضوعات مختلف ارتباط بگیره. ما امیدوار هستم که کندا وارد جزئیات شوند، که اگر اینا میخواهند که زنها را حقوقشان بیشتر کنند، نقششان در جامعه بیشتر کنند، بالاخره چی میکنند؟ خانم ایوبی، شما چی حرف تازه ای را در قسمت راهکار نامزدان ریاست جمهوری در بخش تحقق دموکراسی در افغانستان و خصوصا تامین حقوق زنان دیدین؟ خب من فکر میکنم که در بسیاری مواردی که ما متوجه شدیم، البته من از فعالین حقوق زن در افغانستان و یا حقوق بشر، در بسیاری موارد به خصوص در زمانی که کمپاین ها صورت میگیره، نه تنها البته در افغانستان که البته در بیشتر از کشورهای دیگه هم، که اکثر کاندیدا اینا تلاش میکنن که به خاطر جلب و جذب رای زنها که طبیعتا حتی در سطح دنیا قشر بیشتر اسلام و تعداد بیشتر نفوذ جهان تشکیل میدن، اینا تلاش میکنن که به خاطر جلب و جذب زنها هم وعده های چرب و نرمی را بدن، مثلا که اینا میتونن که بعدها به اساس برنامه های خود ای امتیازات و یا ای برنامه ها را به خاطر بهبود وضعیت زنها طرح بکنن. که من فکر میکنم من یک چیز نو نیافتم، اما یک چیز یک موردی که از آقای رسول ما فکر میکنم که بر من جالب بود، کنا گفتن که 20% اعضای کابینه آقای رسول خانم ها خود بودن در آینده و 50% هم از جوان ها، که من یک اندازه شک دارم به خاطر از اینکه امید دوستای ما که فعلا کاندیدای ریاست جمهوری هستن، اینا همه کشون در کابینه افغانستان قبلا حضور داشتن. من فکر میکنم که باید از اینا سوال شوه و کسایی که در کمپاین های از اینا اشتراک میکنن، از اینا باید سوال شوه که اینا کدام برنامه خاصی را در جریانی که اینا مثلا آقای رسول در وزارت خارجه بودن، چی کارهایی را خاصتا در وزارت خارجه بر نفع زنان انجام دادن که ما عملا بر از اینا باور بکنیم که واقعا اینا در زمانی که به کرسی ریاست جمهوری میشینن اینا هم چه کارهایی را انجام میدن. یا مثلا کاندیدای محترم دیگه، یک مورد دیگه که بسیار بر من جالب بود که اینجا البته سکه نشدم و من دیشب تعقیب کردم برنامه را، ای بود که آقای دکتر صیب عبدالله اونا صحبت کردن، گفتن که اینا میخواین که به مشارکت سیاسی زنها بسیار زیاد باور دارن و میخواین که حضور زنها را در نهادهای بلندترین بسلا سطوح استر محکمه افغانستان میخواین. کی من فکر میکنم که سالهاست که ما تلاش برازی داریم که استر محکمه افغانستان، ما در شورای استر محکمه افغانستان متاسفانه حضور زنها را کم داریم و در کل در سیستم قضایی افغانستان تعداد خانم‌ها را کم داریم. که من فکر میکنم که این یک صحبت جالب بود به نظر من، اما این ارتباط به این میگیره که در زمانی که اینا واقعا به قدرت میرسن چقدر به وعده های خود وفا میکنن، به خاطر از اینکه چیزی هست که شاید به کوتاه مدت باشه این وعده ها، صرف به خاطر جلب رای زن ها و تعداد کسایی که به حقوق زن و به خاطر حقوق شهروندی زن ها باور دارن. بله آقای ریگستانی، در قسمت آزادی بیان تا چیت فکر میکنید که نامزدان ریاست جمهوری متعهد به گفتهایشان در قسمت عملی کردن راهکار مشخص در بخش آزادی بیان هستند؟ خب یکی از همی دستاوردهای آزادی بیان حضور خودشان در همی مناظر است و یکی از بزرگترین دستاوردهای همی دهه اخیر افغانستان و است و باید حفظ شود. اما در تمام کشورها، حتی در موقعی که آزادی بیان کاملا تضمین هم شده، بعضی مقاطع مراحل میرسه که به نحوه فشار بر رسانه ها ایجاد میشه. نمونش آقای کرزی در این نظام ما است، با وجودی که آقای کرزی بسیار انتقادای شدید شده اما تحمل کرده، اما وقتی که یک اعلامیه را پخش میکنن، یک اعلامیه تجارتی را، چون که با سیاست خودش موافق نیست، اونا را تهدید به پیگیری عدلی و قضایی میکنه و تهدید میکنه و اعلانات بر میدارن، اعلانات تجارتی را. این یک پروسه طولانی است، اما به هر صورت ما نسبت به کشورهای اطراف ما را ببینیم، مثلا چین، آسیای مرکزی را، ایران، پاکستان، افغانستان، بیشتر از آنچه که تصور میکردیم از نظر آزادی بیان و رشد رسانه ها اینجا بیشتر بوده و این یک دستاورد بزرگ است و باید حفظ شود. من فکر میکنم که هیچ یک از این کاندیدا تا جایی که من میشناسمشون
آزادی بیان در آینده محدود کنن. اما این که در بعضی مراحل خاصی چیزای خوششانه به بدون شک اونا ابزار فشار و ابزار فشار در دست خود دارن، اما تا جایی که من شناخت کم زیاد از اونا دارم فکر میکنم بیشترش طرفدار آزادی رسانه ها و آزادی بیان هستن. بله خانم ایوبی، در قسمت تطبیق دموکراسی در افغانستان در یک دهه گذشته چی نواقص وجود داشت که حالا نامزدان ریاست جمهوری باید در کارنامه های خود بگنجانن؟ چند چیزی که بسیار زیاد مهم است که باید دوستا در برنامه انتخاباتی خود یا در کمپاینای خود دیره بگنجانن یا در برنامه بعدی خود، یک موردی که ما متاسفانه دموکراسی را به یک شکل دیگه ازش مثلا استقبال کردیم در افغانستان، ما فکر میکنیم که برنامه خاصی باید داشته باشن به خاطر از اینکه یگانه مسیری که ما را به دموکراسی میرسونه خودش انتخابات است که متاسفانه در دوره های گذشته و یا در این دوره ای که آقای کرزی حضور دارن، در این دوره اینقدر توجه زیادی در بر نهادهایی که دموکراسی را در افغانستان تامین میکنن که یکی از مثالاش میتونه کمیسیون انتخابات افغانستان باشه و یا کمیسیون هایی که انتخابات برگزار میکنن و اداره میکنن، متاسفانه بر از اونها توجه خاصی صورت نگرفته. من فکر میکنم که در آینده اگر بساس شایسته سالاری به اساس بی‌طرفی و عدم جانبداری اعضای کمیسیون ها، ما فکر میکنیم که میتونه که یک روندی باشه برای انتخابات برای دوستای دیگه که در قدرت میان و به برنامه سیاسی از اونا که بتونن برای تامین دموکراسی. مورد دیگه که برای باور داشتن برای حقوق بشر و حقوق به خصوص به حقوق زنا، ما در گذشته که میتونم بازم ادعا بکنم که می دوستای ما در کابینه بودن، اما بدترین حالت‌های نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در افغانستان ما دیدیم که اینا کلیگیش چیزایی هستن که بسلا روند دموکراسی در یک کشور اینا تقویه میکنن. متاسفانه توجه بسیار جدی به اینا صورت نگرفت، حتی از راپوردهی ها و حتی از عدالت انتقالی، این چیزا همگی که میتونه روند سیاسی رو به خصوص به شکل دموکراتیک ازو ایره تامین بکنه، متاسفانه اینا در گذشته به شکل درست و شاید بایدش برشان توجه نشد. ما فکر میکنیم که دوستان میتونن در برنامه های عملی و کاری خود در آینده اینا رو بگنجانن و بتونن که برای بهبود از این وضعیت و به خاطر از اینکه مرهمی برای آلام مردم گذاشته باشن، میتونن که اینا رو در برنامه های سیاسی خود. آقای رگستانی، در مواردی که صحبت شد از آغاز برنامه در قسمت راهکارهای نامزدان ریاست جمهوری در بخش تامین امنیت، در بخش ساختار نظام سیاسی و تحقق دموکراسی در افغانستان، شما چی پیشنهاد مشخصی به اونا دارین؟ در مورد تامین امنیت من پیشنهادم است که یک برنامه مرحله به مرحله را باید اینا مشخص کنن که ظرف 5 سال دیگه در مورد امنیت چی کار میکنن، آیا با طالبان میجنگن یا فقط با طالبان عذر میکنن. در مورد دموکراسی من چون در دو انتخابات اول خوب بود، دو انتخابات بعدی دموکراسی بسیار خدشه دید، اینا باید موقف خود روشن کنن که اگر در این انتخابات چنانچه در دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفت، اگر در این انتخابات که آغاز مرحله بعدی افغانستان است، آغاز حیات بعدی افغانستان است، اگر در این انتخابات تقلب گسترده صورت گرفت، اینا موقفشان چی خواهد بود؟ آیا میرن با ارگ معامله میکنن یا در برابر این تقلب استاد میشن و حکومت آینده را غیر مشروع میگن؟ این پیشنهاد ما است. در مورد حقوق زنان به نظر ما توضیح زیاد ندادن، ما توجهشون رو میخواییم که در این مورد بیشتر بگن که چطور میشه این حقوق تأمین کرد و چطور میتونه توسعه داد و ایره به جای خودشان، به نظر ما روشن نبود. بله سپاسگزارم آقای صالح محمد ریگستانی، آقای امور نظامی و خانم نجلا ایوبی فعال حقوق زن، سپاسگزارم از حضورتان به برنامه. و بیننده عزیز، سپاسگزارم از شما هم که با برنامه انتخابات 93 با ما همراه بودید. اما فراموش نکنید که فردا شب باز هم از همینجا در برنامه انتخابات 93 با شما همراه هستیم. خدا نگهدارتان.